رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای حزب خود توسعه و عدالت تبلیغات میکند. به گفته عمر تسپینار استاد امور ترکیه اروپا و خاورمیانه در دانشگاه ملی جنگ آمریکا، این کار غیر قانونی است اما آینده خودش مطرح است. او میخواهد کماکان در قدرت باشد، بنابراین میخواهد نظام کشور را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد، زیرا میخواهد کماکان اختیار کشور را در دست داشته باشد. سورن چابتای مدیر بخش تحقیقات ترکیه در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک شکی در پیروزی حزب آقای اردوغان ندارد، اما میگوید اهمیت این انتخابات در راهیابی حزب دموکراتیک خلق حامی کردها به پارلمان است. If the Kurdish Nationalist People's Democratic Party HDP اگر حزب دموکراتیک خلق کردها شکست بخورد، به احتمال زیاد اردوغان اکثریت آرا را به دست خواهد آورد که به او این امکان را می‌دهد تا قانون اساسی را تغییر دهد. بنابراین یک تحول کوچک است اما با عواقب بسیار بزرگ که آینده ترکیه را شکل می‌دهد. تعیین خواهد کرد که آیا ترکیه دارای یک نظام ریاست جمهوری با اردوغان در رأس آن خواهد شد یا یک دموکراسی پارلمانی باقی خواهد ماند. اعتراض دو سال پیش به طرح دولت برای تبدیل پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم شهر استانبول منجر به پیدایش یک موج جدید لیبرالیسم در ترکیه شد. نامزدهای حزب جمهوری خواه خلق از این گروهند و مهم آنکه بسیاریشان جوان هستند. گروه دیگر که بسیار قلیل است، طرفداران فتح الله گلن، رهبر اسلامی ساکن آمریکا با طرفداران در سراسر جهان است که به گروه‌های اپوزیسیون رأی خواهند داد. گلن زمانی از طرفداران اردوغان و اکنون از مخالفان سرسخت اوست. آقای چابتای معتقد است حتی ترکیب کلیه احزاب سیاسی نخواهد توانست جلوی تلاش اردوغان و حزب توسعه و عدالت را برای تغییر قانون اساسی بگیرد و باید انتظار دوران پرتلاطمی در سیاست داخلی آن کشور را داشت. مشکل به صورت تنش بروز خواهد کرد. اگر این کردهای ملیگرا به پارلمان راه پیدا کنند، آقای اردوغان به حمایت آنها نیاز خواهد داشت. اگر اردوغان با این دسته کردها سازش کند، لیبرال ها آن را تحمل نخواهند کرد. و اگر اردوغان بتواند اکثریت لازم برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی را جلب کند، دائما در طی ریاست جمهوری او به آن اعتراض خواهند کرد. در هر صورت کارشناسان میگویند اردوغان مصمم به این تغییر است، چه با اکثریت حزب خود چه از طریق ائتلاف با احزاب کوچک اپوزیسیون. اما برای مخالفان تغییر نظام روزنه‌ای وجود دارد. یک سال بعد لایحه در یک همه پرسی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.